سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد سرنوشت بازیگران سریال پرطرفدار هزار دستان. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با لایک کردن کارها به همون انرژی میدید و ازمون حمایت میکنید. هزار دستان اثری از علی حاتمی که در سالهای 1358 تا 1366 به صورت مجموعه تلویزیونی برای تلویزیون ایران ساخته شد. پروژه هزار دستان بعد از 8 سال تموم شد. تر اولیه این سریال در سال 54 با عنوان جاده ابریشم و با حضور شخصیت‌هایی مثل مدرس، میرزا کوچکان و رضا خان به ذهن علی حاتمی اومد و بعد از تغییرات اساسی که ماهیت کار را عوض کرد، این مجموعه تلویزیونی در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شد. داستان هزار دستان دو دوره از تاریخ معاصر ایران روایت میکنه. اواخر حکومت احمدشاه تا آغاز سلطنت رضاشاه و دوران پایانی حکومت رضاشاه تا به تخت نشینی محمد رضا پهلوی. بسیاری از شخصیت‌های این مجموعه تلویزیونی برگرفته از یک یا چند شخصیت تاریخی مهمند که با تخیل فیلمساز درآمیخته شدن و داستانی غیر مستند از وقایع تاریخی دوران رو روایت میکنند. اما در این ویدیو سرنوشت بازیگران این سریال پرطرفدار رو بعد از 33 سال براتون روایت خواهیم کرد. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. جمشید مشایخی در نقش رضا تفنگچی یا همون خوشنویس. به گفته علی حاتمی تلفیقی است از عمادالکتاب، میرزا رضا کلهر، کریم دوادگر و علی حاتمی. جمشید مشایخی در سال 1313 در تهران دیده به جهان گشود. او اصالتاً اهل تونکابون در استان مازندران بود. دارای تحصیلات ناتمام در رشته تئاتر، سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد. اولین فعالیت هنریش رو با بازی در تئاتر بعد از 30 سال به کارگردانی علی نصیریان در سال 39 آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه جلد مار به همراه فخری خوربش جلوی دوربین رفت. بازی مشایخی در نقش انسان‌های بیرم و همچنین نقش‌های تاریخی همچون شازده حجاب، کمال الملک و رضا تفنگچی در سریال هزار دستان نشانگر از توانایی بازیگری او بود. در سال 63 بابت بازی در دو فیلم گل‌های داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد. مشایخی از سال 95 با بیماری گوارشی دست و پنجه نرم می‌کرد تا سرانجام پس از تحمل یک دوره سخت از این بیماری در 13 فروردین 98 در سن 84 سالگی در بیمارستان عرفان تهران درگذشت. عزت الله انتظامی در نقش خانه مظفر، خود هزار دستان، آدمی ظاهر و سلاح که در پشت پرده تمام اتفاقات سیاسی اجتماعی روز نقش داره و برگرفته از شخصیت عبدالحسین میرزا فرمان فرماست. اما به گفته حاتمی چکیده همه خاندان‌های حکومتگر در ایرانه. انتظامی زاده 31 خرداد 1303 در سنگلچ تهران بود. او نخستین بازیگر ایرانی بود که از یک جشنواره بین‌المللی جایزه گرفت. انتظامی در سال 82 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار سینمای ایران انتخاب شد. عزت الله انتظامی که بر اثر زمین خوردن در منزل دچار مشکلات جسمی شده بود و تحت درمان قرار گرفته بود، سرانجام در بامداد 26 مرداد 97 در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته مغزی و کهولت سن در سن 94 سالگی دار فانی رو ودا گفت. داوود رشیدی در نقش مفتش شش انگشتی. بقیده حاتمی مفتش اساره و ملغمه ای از آدم های نظیر آیرم، سرپاس مختاری، سرهنگ درگاهی، پاسبان عباس بختیاری معروف به شش انگشتی و پاسیار یحیی رادسر معروف به ادیب السلطنه است. اما رشیدی زاده 35 تیر 1312 در خیابان ری تهران. او را بیشتر با نقش های ماندگاری مانند آق حسینی در فیلم کندو، مفتش شش انگشتی در سریال هزار دستان و همچنین بازی تاثیرگذارش در فیلم فرار از تله جلال مقدم به یاد میاریم. داوود رشیدی همراه علی نصیریان، جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی و محمد علی کشاورز پنج چهره برجسته ای بودند که در دهه 40 شمسی از تئاتر پا به عرصه سینما گذاشتند و این حضورشون شروع پر افتخار و پر آینده ای برای سینمای ایران بود. داوود رشیدی در سالهای پایانی زندگی دچار آلزایمر شده بود. او در بامداد 5 شهریور 95 در 82 سالگی در پی ایست قلبی در خونش درگذشت. علی نصیریان در نقش ابوالفتح صحاف، نماد مشروطه خانه وطن پرست که از رنج مردم عذاب میکشند. لهجه ترکیش یکی از اجزای اصلی شخصیتش بود. برگرفته از شخصیت‌های اسدالله خان ابوالفتح زاده، میرزا ابراهیم خان منشی زاده، محمد نظر خان مشکوه الممالک که هر سه از اعضای اولیه کمیته مجازات بودند.
اسیریان روز دوشنبه 15 بهمن 1313 شمسی در میدان شاهپور تهران به دنیا آمد. وی در سالهای کودکی از طریق تماشای تعزیه به هنر نمایش علاقه‌مند شد. فیلم گاب ساخته داریوش مهرجویی نخستین فیلم سینمایی او بود. نصیریان در اوایل دهه 60 نقش قاضی شاره رو در سریال سربداران و نقش ابوالفتح صحاف رو در سریال هزار دستان بازی کرد که جز نقش های ماندگارش شد. از آخرین آثار استاد نصیریان میتونیم به فیلم خورشید اثر مجید مجیدی و لامینور اثر داریوش مهرجویی هر دو در سال 98 اشاره کنیم. محمد علی کشاورز در نقش شعبون استخونی یا همون شعبون بیمخ، نمادی از اوباش و برگرفته از شخصیت شعبان جعفری. کشاورز زاده 26 فروردین 1309 در اصفهان بود. سال 1343 وقتی 34 ساله بود با فیلم شب غوری اولین بار جلوی دوربین رفت. سپس سال 1347 به عنوان کارگردان سریال خانه قمر خانم رو ساخت. تا شروع انقلاب در 14 فیلم سینمایی، 12 تئاتر تصویری و سریال تلویزیونی پای نقش کرد تا اینکه سال 60 با فیلم دست شیطان دوباره به عرصه هنر برگشت. این هنرمند بر اثر نارسایی کلیه در سن 90 سالگی درگذشت. زهرا حاتمی یا همون زریه خوشکام در نقش آمینه اقدس عروس خانه مظفر. زریه خوشکام در سال 1326 در شهر اصفهان متولد شد. تحصیلات خود رو در تهران و لندن گذروند و یک دوره کلاس 4 ساله باله از سازمان ملی باله رو نیز به اتمام رسوند و پس از آن در سال 50 و در 24 سالگی جذب سینما شد. شروع فعالیت سینمای وی با فیلم آدمک ساخته خسرو هریتاش بود، اما با فیلم کلبه‌ای آن سوی رودخانه به کارگردانی و فیلمبرداری احمد شیرازی و تهیه کنندگی محمد علی جعفری در فرودین فیلم به سینما معرفی شد. خانم خوشکام بعد از ایفای نقش در هزار دستان به شدت گزیده کار شدند و طی این سالها فقط چند نقش کوتاه در 4 فیلم سینمایی ایفا کردند. جعفر والی در نقش رئیس نظمیه. والی در سال 1312 در تهران دیده به جهان گشود. از دهه 1330 به طور حرفه‌ای کار نمایش را آغاز کرد. والی نخستین کسی بود که از بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی نمایش اجرا کرد. در سالهای بعد بازیگری را آزمود و در فیلم‌های مهمی مانند ناخدا خورشید نیز بازی کرد. جعفر والی از روز 18 آذر ماه 95 به علت عارضه ریوی در بیمارستان تهران کلینیک بستری شده بود و پس از 9 روز بستری شدن صبح روز شنبه 27 آذر ماه 95 درگذشت. پرویز پورحسینی در نقش متین و سلطنه مدیر روزنامه عصر جدید. پرویز پورحسینی زاده 31 مرداد 1330 در تهران. وی در سال 48 وارد دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران شد و از رشته بازیگری در سال 54 دانش آموخته شد. او در آثار کارگردانان نامداری چون پیتر بروک، بهرام بیضایی، علی حاتمی، حمید سمندریان و امرالله احمدجو بازی کرده بود. در 24 آبان 99 اعلام شد که پرویز پورحسینی مبتلا به ویروس کرونا شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده. وی پس از چند روز مبارزه با بیماری، 7 آذر ماه 99 در بیمارستان فیروزگر تهران در سن 79 سالگی دار فانی رو ودا گفت. رقیه چهره‌آزاد در نقش قدسی مستخدم خانه مظفر. رقیه چهره‌آزاد با نام اصلی رقیه فخرالملوک توکلی زاده 1286 بود. ایشون مادر بزرگ افسانه چهره‌آزاد هم بودند. از همان کودکی به بازیگری علاقه داشت، تا جایی که در سنین کودکی برای فامیل و آشنا نمایش اجرا میکرد. وقتی 19 سالش رو دیپلمش رو گرفت، تونست به گروه تئاتر حرفه‌ای جامعه باربد که زیر نظر اسماعیل مهرتاش بود بپیونده. با تأسیس جامعه باربد در سال 1305 همکاری با مرحوم مهرتاش رو آغاز کرد. سال 1344 در نمایش پهلوان اکبر میمیرد در تالار 25 شهریور نقش مادر رو بازی کرد. آخرین اثر سینمایی او در فیلم مادر همیشه در ذهن ها ماندگار خواهد ماند. در نهایت رقیه چهره‌آزاد در تاریخ 10 دی ماه 73 بر اثر کهولت سن در 87 سالگی دار فانی رو ودا گفت. هنگام درگذشت رقیه چهره‌آزاد، روزنامه‌ها نقل قولی از نقش غلام رضا با بازی اکبر عبدی رو در فیلم مادر در تیتر خود نوشتند. مادر مرد از بس که جان ندارد. جهانگیر فروهر در دو نقش کفیل شعبه تامینات در تهران قدیم و پیش خدمت مخصوص خانه مظفر در تهران جدید. فروهر زاده 1295 در تهران بود. در بیش از 100 فیلم و 30 سریال و چند اثر تئاتری به ایفای نقش پرداخت. بعضی فیلم‌های مهمی که او بازی کرده میتونیم به سوت دلان و مسافران اشاره بکنیم. لیلا فروهر، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس، دختر اوست که در برخی فیلم‌های سینمایی مانند گل خشخاش، رابطه جوانی و شب آفتابی با او همبازی بوده. جهانگیر فروهر در سال 76 در سن 81 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت. نعمت‌الله گرجی در نقش آژان. نعمت‌الله گرجی صفت فرزند حسین در سال 1305 در تهران متولد شد. در جوانی به دلیل علاقش به نمایش‌های سیاه‌بازی به گروه‌های سیار این نمایش‌ها پیوست و مدتی را به اجرای نمایش در شهرستان گذروند. پس از بازگشت به تهران در تئاترهای جامعه باربد، نصر و دهقان فعالیت خودش را شروع کرد. بازی در مجموعه‌های تلویزیونی در اوایل دهه 50 از جمله قصه عشق و تلخ و شیرین موجب شهرت او در این زمینه شد.
پس از انقلاب. فعالیتش در این زمینه گسترده تر شد و در مجموعه های بسیاری از جمله هزار دستان، شاه دوز و این خانه دوره از ظاهر شد. ماندگارترین نقش آفرینی گرجی در سالهای اخیر بازی کوتاه ولی به یاد ماندنیش در نقش باغبان در فیلم زیبای درخت گلابی اثر داریوش مهرجویی در سال 76 بود. او در 17 فروردین 79 به دلیل بیماری ریوی دار فانی رو بدا گفت. لیلا حاتمی در نقش کودکی آمین اقدس. حاتمی در 9 مهر 51 در تهران به دنیا آمد. پدرش کارگردان این فیلم بود، یکی از سرشناس‌ترین کارگردان‌های عرصه هنری ایران، و مادرش زری خوشگام هنرپیشه سینما بود. در 12 سالگی در نقش کودکی کمال‌الملک در فیلم کمال‌الملک اولین حضور سینمایی خودش رو تجربه کرد. کارگردان این فیلم هم پدرش علی حاتمی بود. در سال 70 در فیلم دلشدگان که اون هم ساخته پدرش بود ایفای نقش کرد و پس از آن در سال 75 برای اولین بار در فیلمی که کارگردانش پدرش نبود، یعنی فیلم لیلا ساخته داریوش مهرجویی، ایفای نقش کرد که این نقش باعث شد دیپلم افتخاری از جشنواره فیلم فجر رو دریافت بکنه. از آخرین آثار لیلا حاتمی میتونیم به قاتل وحشی و ما همه با هم هستیم در سال 98 اشاره بکنیم. ایرن زاریانس در نقش همسر جلال الملک. تمامی صحنه ها مربوط به بازی او از این سریال حذف شد. ایرن زاریانس با نام هنری ایرن زاده 20 مرداد 1306 هنرپیشه ایرانی ارمنی تبار تئاتر، سینما و تلویزیون بود. ایرن بازیگری را از تئاتر فردوسی آغاز کرد. در سال 1329 به دعوت نوشین بلرتا ایرن به جمع بازیگران تئاتر سعدی در برنامه افتتاحیه این تئاتر پیوست. وی سپس به سینمای ایران راه پیدا کرد و تا زمان انقلاب در حدود 30 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین اونها میتونیم به فیلم‌های همچون چشم برا، قاصد بهشت، چشمه آب حیات و مروارید سیاه اشاره بکنیم. ایرن در سال‌های دهه 70 مبتلا به سرطان شد و پس از درمان موقت به زندگی ساده خودش ادامه داد. وی در روز شنبه 7 مرداد 91 در سن 85 سالگی به علت بیماری سرطان ریه در بیمارستان دی تهران درگذشت. از دیگر هنرمندانی که در سریال ماندگار هزار دستان ایفای نقش کردن میتونیم به حسین گیل، سعید سلیمانی، جهانگیر الماسی، مهریه ودادیان، شهلا میربختیار، محمد مطی، جمشید لایق، اسماعیل مهرابی، افسر اسدی، افراسیاب طوفان، حسین شهاب، حسین صفاریان، میرصلاح حسینی، رضا عبدی، منوچهر آذری، حسین حاتمی، سروش خلیلی، منصور والا مقام، عطاءالله زاهد و اسماعیل محمدی اشاره بکنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو راجع به این مجموعه ماندگار عرصه سریال و تلویزیون ایران پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.